امیدوار هستم در کنار اعضای خانواده تان و در محیط خانه همیشه روزهای خوبی را در پیش داشته باشین و جمع های خانوادگی تان همیشه پر از مهر و محبت باشه. خانواده تنها او رابطه خونی بین ما نیست، بلکه فراتر از واس. خانواده تمام کسانی هستند که در هر لحظه تلاش میکنن ما را در موفقیت ببینن، لبخند ما را شاهد باشن و ما را قبول دارن و دوست دارن به همون شکل و شخصیتی که هستیم. چقدر موفق باشیم، چقدر تلاش بکنیم و هر چقدری که زحمت بکشیم، باز هم ما فرد محبوبی هستیم برای اعضای خانواده خود ما، خصوصا برای پدر و مادر عزیز. و راز یک خانواده خوشبخت و خانواده ای که در هر لحظه میتونه که سعادت در بین اعضای خانواده خودش احساس بکنه این هستش که اعضای خانواده یاد گرفتن در کنار یکدیگر زندگی خوبی داشته باشن و نسبت به هم عشق و محبت بورزن. و این عشق و محبت ما در کانون خانواده بیشتر از پدر مادرای عزیز دریافت میکنیم و بعد از دریافتش ترویج دهنده کودکان هستن. یعنی هر چقدر که والدین عزیز تلاش بکنن که همراه با محبت، همراه با لبخند، همراه با آرامش با فرزندان خودشان گفتگو داشته باشن و یک گفتگویشان همراه با یک آغوش باز باشه، یک گوش فعال وجود داشته باشه، فرزندان هم در اون خانه رشد پیدا میکنن و میتونن روابط اجتماعی و خانوادگی خوبی را تجربه بکنن. خانواده ها هر کدامشان علایق، سلایق و فرهنگ ها و عقاید متفاوتی دارن. ما نمیتونیم دو خانواده ای رو با هم مقایسه بکنیم که در همه جنبه های زندگی با هم همتراز باشن، همسطح باشن و تلاش بکنیم که مشابه یکدیگر باشن. خیر، این گونه نیست. و او چیزی که مهم هستی هستش که پدر مادرها تلاش میکنن او فرهنگ درستی که میان اعضای خانواده یا خویش و قومشان هست و او عقاید و باورهایی که باورمند هستند و سالها با هم و عقاید و باورها زندگی کردن به فرزندان خودشان هم منتقل بکنن. در انتقال این ارزشهایی، باورهایی، عقاید ممکن هست گاهی با چالش و مشکل روبرو بشیم، خصوصا با نوجوانان و جوانان عزیز که ممکن هست سر باز بزنن، مخالفت بکنن، تضاد داشته باشن با او گفته هایی که ما داریم یا او چیزهایی که به عنوان یک ارزش و فرهنگ در میان خانواده ما جاگزین شده. این چالش ها و یا این تنش ها میتونه تاثیرگذار باشه روی روابط والدین با نوجوان خودش. امروز در کنار شما هستیم، میخواییم با خانم میرزایی در خصوص صحبت بکنیم که چگونه میتونیم این تضاد باورهای میان نوجوان و والدین کمتر بسازیم. قبل از او یک گزارش آماده کردیم، نظر هموطنان ما بشنویم، باز انشاءالله در ادامه در کنار شما هستیم. اگر ما بیایم در جامعه خود ما ببینیم، یکی از دلایل خیلی مهمی که والدین و فرزندان از همدیگه فاصله گرفتن و تربیت‌های والدین بر روی فرزندان شاید مؤثر واقع نشود، دلیلش است که فرزندان والدین را مناسب نسل قدیم می‌بینند و به این فکر می‌رسن که والدین یک آموزش‌های سنتی دیدن و کارآمد در دنیای امروز نیستن، در حالی که شاید هم اینگونه باشه و در اکثر موارد تربیت ها در هر نسلی مشابه هست. اما این موضوع به خاطر واردات فرهنگی که از سمت کشورهای دیگه هم میشه، از طرف دیگه‌ای که ناکارآمدی فرهنگ های سنتی را هم اینا در جامعه مشاهده میکنن و همون خاطر اینا مطمئن میشن که این راه های درستی نیستن، در حالی که ممکنه در لابلای این راه های خیلی درستی هم باشن که هرگز تغییر نمیکنن، ولی چون خلط میشه و مخلوط میشه این مباحث، برای یک نوجوان سخت است که اینا را جدا کنن و مجبور هستن که همه را به صورت یا کامل تایید یا رد کنن. اگه تایید کرد که دوباره تکرار بر سنت ها میشه و از طرف جامعه مدرن رد میشه و اگر رد کردندم باز میشن مدرن گرایی افراطی که باز هم مشکلات خاص خود داره. تضادهای زیاد را مثلا میتونه با وجود بیاره به خاطر ازی چون اون مفکوره های سابقه را داره، از مفکوره های جدید چیزی در ذهنیتشان نیست یا از تحصیل دور هستن یا در این مورد چیزی را نمیدونن، اما عقده هایی را که خودشان از چند سال پدر و مادر به اینا انتقال دادن اینا هم میخواین به فرزندای خود اما عقده ها را انتقال بدن که کلا درست نیست. و یک نوجوان خودش اگر مثلا اونقدر رشد کرده باشه و این را درک کرده باشه که امی تضادها در کل کار درست نیست، اون میتونه مخالف امی نظریه های پدر و مادر باشه.
خودش میتونه از خود نظریه داشته باشه، از خود ذهنیت داشته باشه، از خود یک مفکوره جدید داشته باشه و بیشتر نتونه مثلا در این حساب اگر مخالف پدر مادرم باشه کار مثبت را انجام داده، چون به دور از تعصب زندگی کرده و میخواد زندگیش طوری باشه که مثلا پدر مادرایی که با تعصب زندگی کردن زندگی عقدایی دارن، عقدت در اجتماع راحت نیستن، ولی اونایی که مثلا تعصب ندارن و اصلا انسان‌ها رو به خاطر انسان بودنشان دوست دارن، اونا زندگی راحت تر دارن. بله 100% میتونه نحو تربیت والدین در ایجاد تضادها بین نوجوان یا فرزندشان و والدین نقش بسیار مهم داشته باشه و تاثیر زیاد داره و همچنان والدین یکی اولین الگویی است که میتونه به نوجوان باشه از لحاظ رفتاری و فکریشان و میتونه نقش بسیار مهم در تضاد در بین والدین و نوجوان یا فرزند داشته باشه و البته تغییرات اجتماعی میتونه که نقش داشته باشه و یا فرهنگی و بعض از عواملی که مثلا عواملی که بیشتر نقش داره مثلا تغییر بعض از والدین ما داریم که سنتی هستن و همچنان سختگیرانه هستن، نحو طرز فکرشان فرق میکنه با فرزندشان. البته خودشان یک نظر دارن و در یک فکر هستن، ولی فرزندشان نظر به ای که در اجتماع امروزی بزرگ شده و یا ای که روابط دوستان و اجتماع سرشان تاثیر کرده، البته ذهنیتشان تغییر داره، فرق میکنن و فرزندشان نظر به ای که شاید اجتماع بالاشان تاثیر گذاشته باشه و دوستانشان البته کم میخواین که استقلال شخصی داشته باشن یا آزادتر باشن. البته خودش میتونه روابط والدین با فرزندشان در تضاد بکنه و همچنان روابط اجتماعی مثلا دوست فرزند دوست داره که یعنی زیادتر در گروه های اجتماعی سهم داشته باشه و یا آزادتر باشه، استقلال شخصی بیشتر داشته باشه. در اینجا هم والدین نمیخواه مثلا یک اساسیت نشان میده، میخواه که با گروه یک تعداد گروه از خاص و یا در اجتماع بودنشان نظر منفی میداشته باشه. زندگی در کنار شما هستیم به صورت زنده و مستقیم و شماره تماس برنامه هم فعال هست 020-25-11-560. هر روز ساعت 4 تا 5 ما در کنار شما هستیم با موضوعات مختلفی که مربوط به خانواده و سلامتی شما عزیزان میشه با ما در ارتباط باشین. دوستان ما هستن و نظرات و پرسش های شما خوبانه میگیرن. اما موضوع برنامه تضاد باورهای نوجوان با والدین موضوع امروز ما هست و دعوت کردیم از خانم میرزایی عزیز. خیلی خوش آمدید خانم میرزایی عزیز. سلام بر شما. سلام خدمت شما خانم حسینی عزیز و خدمت همه همکارانتان و بینندگان عزیز تلویزیون تمدن. امیدوار هستم خوب و خوش و سلامت باشید. انشالله من برای شما عرض سلامتی داریم. یک هفته خوب گذشت خانم میرزایی عزیز؟ خوب بود، عالی بود. خدا رو شکر. همیشه عالی باشه برای شما و برای همتان ما. بحث های نوجوان در واقع شروع کردیم و کوشش میکنیم یک سری از اون موضوعاتی که بیشتر چالش برانگیز هست و خانواده ها درگیر هستن صحبت بکنیم، در کنار تمام خوبی هایی که روابط والدین با نوجوانان دارن و لذت هایی که در کنار یکدیگر تجربه میکنن، حس های خوب. بعضی مواقع با برخی مشکلات ما مواجه هستیم در میان خانواده ها. یک از اونها بیشتر اشاره کردم انتقال باورها، فرهنگها، ارزشها و عقایدی هست که میان والدین وجود داره و میخواین برای نسل بعدی هم رو انتقال بدن، خصوصا در جامعه مثل افغانستان که جامعه سنتی هست و عقاید اسلامی خیلی مهم هست. ما تلاش هم کردیم که در برنامه روزهای دوشنبه در خصوص تربیت اسلامی بیشتر صحبت بکنیم که در دوران نوجوانی با مشکل مواجه نشیم. اما روی صحبت ما با خانواده‌ای هست که با نوجوانان سر و کار دارن و بعضی مواقع احساس میکنن که حرف شنوی فرزندانشان در خصوص عقاید و باورها خیلی کم هست. بیایم از این شروع بکنیم که چی میشه که نوجوان ما مخالفت میکنن یا تضاد از خودش نشان میدن در نسبت به باورها و عقایدی که والدینشان دارن. خب یک چیزی هست که نوجوان دوره بلوغ سپری کرده یا در حال سپری کردنش هست و دوره نوجوانی و دوره بلوغ یک سری استقلال طلبی های خاص خودش داره.
یک سری من میدانم ها و من میتوانم های خودش داره. نوجوان در این سن دیگه فکر میکنم من بیشتر میدانم، فکر میکنه همو چیزایی که مثلا در دور اطرافم هست، چیزایی که من میشنوم، چیزایی که در اینترنت میبینم، اینا بیشتر درسته، چیزایی که دوستای من میگن. یعنی این چیزا باعث میشه که تضاد بین والدین و در خصوص باورها و اعتقادات بین والدین نوجوان بیشتر شود. یک چیزی هم هست که والدین هنوز تصورشانی هست که این همون کودک دیروز هست و ما میتونم با زور همین عقاید خودم را باورهای خودم را تحمیل کنم. بله. در حالی که نوجوان اون طرف منطق میخواید، یعنی نوجوان دیگه پا روی این گذاشته که این دست دلیل و برای من دلیل بیار، استدلال بیار. بله، که منطق ای که تو به من این باور میگی، این عقیده رو میگی، منطقش چی هست؟ پس کار ما سخت‌تره. خب طبیعه. اگه والدی، پدری یا مادری بلد باشه که با منطق باورهای خودش رو بگه، ای خوبه. اما اگه ما بیایم مثلا باورهای اسلامی را در جامعه‌ای که ما الان یعنی مسلمان هستیم بیایم با زور بگیم نه دیگه افغانستان چرا؟ بله، بدون چون چرا. تو اگه بپرسی کافر میشی، تو اگه بپرسی در این مورد دباره دین نباید جستجو کنی، موضوعاتی است که خیلی از والدین متاسفانه اینا رو برای نوجوانشان میگه، منطق نمیارن، کتاب نمیارن. مثلا نماز خواندن میگه تو اگه نخوانی کافر هستی، مرتد هستی، جهنم جایت هست، تویی که سرپیچی میکنی از حرف پدر و مادر، تو مثلا جهنم جایت هست. بیشتر از تشویق کردن به راه، از عواقب بد و ترسناکش کوشش میکنن نوجوان رو بترسونن، تلاش میکنیم راه آسان‌تر رو بنفهم. میرزا عزیز، من احساس میکنم وقتی که من فرزندم رو بترسونم از کاری، خب او به او سمت نمیره دیگه، ریسک نمیکنه که او اشتباه انجام بده. اما گاهی وقتا ایرم در نظر بگیریم نوجوان دیگه ریسک پذیره. بله، دیگه سنش اقتضا میکنه که بخواد برخلاف، خصوصا اگر با تمام مثلا همون اعتقادات و باورهای دینی او خانواده در فقر باشن، یعنی سختی های زیادی کشیده باشن، نوجوان دیگه دلیلی نمیبینه. میگه که تو اگه مثلا اینقدر نماز خواندی، چیزایی هست که ما متاسفانه خانم حسینی باشون روبرو شدیم، واقعیت های جامعه هست، ما روبرو شدیم متاسفانه. ما از نوجوان این چیزا رو شنیدیم. میگه اگه میتونستم با نماز خود یک جایی برسن، چرا بهشت نره؟ چرا مثلا الان دارن در جهنم زندگی میکنن؟ چرا الان در زندگی خراب زندگی میکنن؟ با این چیزا ما نمیتونیم نوجوان بیاریم سمت خدا. شاید یک مقداری تاثیر داشته باشه، فقط تا اون زمانی که نوجوان از پدر مادرش میترسه دیگه. در صورت که ترس تمام شود، در صورت که چشم پدر مادر دور شود، دیگه همچی چیزی نیست. ما نمیتونیم، ما باید باور و چیزایی که اعتقاد داریم و به نوجوان ما قسمی انتقال بدیم که او از او احساس رضایتمندی داشته باشه، احساس شادابی داشته باشه، بدانه دلیلش رو، بدانه بفهمه که مادرم مرا برای این داره به نماز خواندن دعوت میکنه، به قرآن خواندن دعوت میکنه، مرا کلاس های قرآن فرستاده به خاطر اینی منظور، چون دین ما اسلام هست. ما فقط یک قسمی هست در جامعه ما، متاسفانه ما فقط مسلمان زاده هستیم، یعنی کسی، هیچ کسی واقعا مسلمان واقعی را یعنی نمیاره مثلا دلیل با دلیل اسلام بیاره. نوجوانا را از یک سنی وادار میکنن، مجبور میکنن، کودکایشون از 8-9 سالگی یا 10 سالگی با به زور ضرب و کتک و لط و کوب و با زور توهین و تحقیر و تهدید کوشش میکنن بیارن رو بیاره به نماز خواندن. بله، اشاره هم کردین دیگه، گفتین که اثر این نوع تربیتی یا این سبک تربیت موقت هست، تا زمانی فرزند ما حالا مطابق عقاید و باورهای ما رفتار میکنه یا او اعمالی که در یک خانه رسم است یا فرهنگ هست اجرا میکنه که بترسه، بترسه. ولی از یک زمانی دیگه او چی رو ندارم، او ماندگاری یا پایداری که ما در بحث ویژگی ها و خصلت های خوبی که اشاره کردیم تو میگستش که دوام داشته باشه، درست؟ و ما نه تنها در بحث ترویج عقاید در میان اعضای خانواده، حتی در سایر مباحث همی را داریم
که با فرزند باید به گونه‌ای رفتار بشه که او محبت و عشق ما را دریافت کرده به حرف‌های ما اعتماد کنه. و به گفته شما از یک سنی نیاز هست که ما واقعا پا به پای حرف‌های نوجوان بشینیم و ببینیم که چی میگن. مثلا او دلیل و منطقی که اونا میاره برای ما قناعت بخش هست یا نیست. در مسئله اسلام شناسی یا خداشناسی یا باورهای دینی که ما برای فرزندان خود ما انتقال میتیم، او چیزی که در میان معصومین، در واقع در میان گفتارهای معصومین وجود داره، هستش که از دوران کودکی شروع بشه تا در ذهن و گوشت و پوست فرزند ما عجین شده باشه و وقتی در یک دوره سنی مرسه خیلی با مشکل روبرو نشیم. این بحث بانیم کنار که حالا چقدر در حوزه کودک کار شده، خانواده ها تلاش کردن که انجام بدن این مسائل. میخوایم در مورد صحبت بکنیم که چگونه میتونیم این تضاد باورهای میان نوجوان و والدین مدیریت کنیم. شما مثلا یک مثال خیلی ساده بزنم، بلند شدن نوجوان برای نماز صبح شاید برای خانواده خیلی مهم باشه و باید مهم باشه، چون مسئولیت آنها هست. آیه صریح قرآن است که اشاره میکنه که نفستان و خانوادهتان از آتش جهنم دور نگه دارین. خب این بازش خودش برمیگرده به اینکه ما چقدر پابند باشیم به اصول و عقاید دینی خودمان. از اون طرف نوجوان یا تمایل نشان نمیده یا احساس یا با اکراه انجام میده یا خیلی آزار میده نوجوان والدین خودشان. چگونه میتونیم این تنش ها را کمتر بسازیم و مدیریت بکنیم اون مخالفت نوجوان ما را در خصوص عقاید و باورهای ما؟ ببینید، اول در قدم اول مثلا وقتی نوجوان یکی دو بار صدا میکنن، بعد در صدای سوم تهدید هست، سرزنش هست، اینی را باید قطع کنن. دوستان از شب باش ببینین، مثلا ما میگیم دوره کودکی باید اول شروع بشه، ای که مثلا تشویق به تشویق به نماز خواندن، تشویق به قرآن خواندن و این سحرخیزی را از هم دوره کودکی باید شروع کنن تا کم کم نوجوان هم در سنین نوجوانی عادت کرده باشه و یک برایش راحت باشه بلند شدن. اما از یک طرف خب دوره نوجوانی یک کمی خواب اینا تنظیماتش به هم میخوره، یعنی گاهی وقتا شبا خصوصا در این عصر که الان با تلفن و با اینترنت همراه هستن، ممکن هست تا نصف شب بیدار باشن. این را میتونن قبل از قبل، وقتی که دوره نوجوانی میشه، وقتی سن تکلیف میرسن دخترشان پسرشان، خب دخترها معمولا چون در سن خردی در سن تکلیف میرسن 9 سالگی، برای اونا راحت تر هست. بله، اما پسرها تا 15 سالگی مثلا نماز نمیخوانن یا بعضی وقت بعضی خانواده ها روزه را نمیگیرن، بعد این برای اونا یک دفعه سخته. اما در همون شروع سن بلوغ، شروع سن تکلیفی که برای پسرها هست، برای دخترها هست، راجع به این گفتگو کنن. درست. نوجوان در این سن خیلی گفتگو رو میپذیره. خانم حسینی شاید دیده باشین اگه باش دعوا بشه بحث میکنه، جیغ میزنه، پرخاش میکنه، اما اگه باش منطقی صحبت شه، گفتگوی دوستانه شه و نظرش گرفته شه و تشویق شه به کتاب خواندن در مورد، بله، در مورد اطلاعات کافی به دستش بدن، بعد نوجوان کم کم وقتی وارد بحث شد، درست خواب صبحی برای نوجوان خیلی شیرینه، برای همه ما شیرینه. بله. اما اینجا باید والدین با مهربانی، خصوصا یعنی اوائل ای که نوجوانشان، دخترشان، پسرشان شروع به نماز خواندن کردن، با مهربانی اینا رو صبح بلند کنن، بعدش باز بعد نماز اجازه بدن که اونا یک مدتی رو بخوابن، ایرا برایشان حتما بگن و ای که کنترل بیش از حدم نداشته باشن. یک سری والدین میگه نماز خواندی؟ میگه آره خواندم. میگه چرا من ندیدم؟ یک چیزی هست که یک شکی ایجاد میکنه به نوجوان. بله، نوجوان میگه خب به من اعتماد نداری. خب وقتی به من باور نداری دیگه، من حتی اگه پیش رویتم بخوانم دیگه فقط الان من برم یک بار دیگه، بعد نمایشی هست. اما وقتی میپرسین نماز خواندی، خب این همون وظیفه پدر مادر هست که بله تا یک زمانی که عادت بشه برای نوجوانشون، بله باید پیگیر باشن. اما وقتی گفت خواندم دیگه شک نکنید بهش، اعتماد کنید. البته این اعتماد وقتی
ایجاد بشه دیگه نوجوانم کوشش نمیکنه خدای نکرده به او اعتماد صدمه بزنه. حتما خودش هم نخوانده باشه. خانم میرزا عزیز وقتی که مثلا مادرش بگه که آفرین خوبه سر وقت خواندی یا پدرش تشویق میشه به دل قشی میگه که اگر اون نخوانده باشه شاید خجالت بکشه مثلا مادر من چقدر خوشحال میشه از این رفتار من یا فلان رفتار من رفتارم تایید میشه دروغ گفتم بله. بعد ایره خودش حس میکنه و بار دیگه خود و شاید خودش لو هم بده. مثلا وقتی بگی نماز خوندی خندش بگیره بگه آره خواندم. چرا؟ چون نوجوان بلد نیست تا اون سن. اما اگه ما اعتماد نکنیم بله یاد میگیره قشنگ در موردش دروغ بگه، قشنگ همیشه بگه آره من خواندم، یا با زور و با جنگ بگه که من خواندم چرا مرا رها نمیکنی، چرا مرا اعلان نمیتن. این موضوعات هست. چیز رو بگم در ادامه حرف شما گفتین که او کنترل گفتین نباید خیلی شدید کنترل بیش از حد بله. گاهی وقتا میبینیم که بعضی والدین حالا چی در جلوی جمع دیگران چه در حال فضای خانواده خودشان هی پشت سر هم میگن برو بخوان بله. برو بخوان این بار تکرار این الفاظ یک لحظه خود ما رو جای اونها بگذاریم واقعا خسته کننده هست بله. گاهی اوقات خانم میرزایی عزیز این پیگیری های خیلی شدید یا این کنترل کردن خیلی شدید اما ابهت ما را زیر سوال میبرد دیگه تلاش میکنه که با ما مقاومت بکنه، سرپیچی بکنه، تضاد داشته باشه و میگه خب عادت کرده دیگه با ما بگه دقیقاً یه گوش در میکنه یه گوش دروازه متصفانه. هر چیزی که تکرارش زیاد شود دیگه او اثر اولیه و اصلی خودش رو نداره. چیزی که ما یک بار میشنویم دو بار میشنویم خیلی تاثیرات بیشتری داره تا اینکه بارها بشنویم دیگه گوش ما عادت میکنه و اصلا چیز جالبی دیگه نیست. خب این نکته هم بگیم که اگر والدینی داریم از این گروه دیگه انشالله تکرار نکنن. تشکر از شما. تشکر میکنم از همراهی شما خوبان که تا این لحظه در کنار ما بودین. شاید بخش بعدی برنامه باشین. انشالله در بخش دوم در کنار شما هست. خوش آمدیم به ادامه برنامه روی خط زندگی. در خصوص تضاد باورهای نوجوان و والدین صحبت میکردیم. 020-25-11-560 شماره تماس برنامه هست. اگر نظر و یا پیشنهادی دارین و یا سوالی میتونین با ما شریک بسازین. خانم میرزا عزیز در مورد کاهش این تنش ها صحبت میکردیم، اگر صحبتی از اشاره بکنیم باز در ادامه یک موضوع اشاره میکنم. یک چیز دیگه هم هست خانم حسینی، والدین یک ارتباط خوب و مناسب با بچه هایشان گرفتن نمیتونن، خصوصا در دوره نوجوانی. در دوره نوجوانی مادر و پدر میگه بدون چون و چرا همون لحظه ای که من گفتم باید تو انجام بدی، باید نوجوان انجام بدی. بله، در حالی که نوجوان شاید همون لحظه در حال گفتگو با دوستش هست، همون لحظه داره کارخانگیش هم میکنه یا داره یا کارتون مورد علاقهش هم میبینه یا برنامه مورد علاقهش هست. نمیشه ما توقع داشته باشیم که همون لحظه تا از دهن ما یک گپ برآمد باید نوجوان گوش به فرمان، گوش به زنگ باشه و همون لحظه انجام بده. یک ارتباط نادرستی متاسفانه هست و یک توقع نابجایی که والدین عزیز ممکن هست داشته باشه و ما این چندین بار از خیلی ها شنیدیم که نوجوان خودشانه، دخترشانه، پسرشانه میگه همین لحظه ای که من گفتم اگه این کار نکردی ای دیگه به درد ما نمیخوره. حتی مثلا در مورد نماز نوجوانشان داره کارتون میبینه یا داره فیلم مورد علاقهش میبینه، خب ما میفهمیم یعنی سریال یعنی برنامه‌ای که الان گذاشته شده 10 دقیقه بعد یک وقفه داره، میتونیم در اون وقفه به نوجوان بگیم. اما مثلا ما دفعتا میگیم همین الان اگه او را کنار گذاشتی یعنی به حرف ما اهمیت میدیم. بیشتر از نماز ما به حرف خودمان تاکید میکنیم، یعنی من الان گفتم تو به من اهمیت ندادی یعنی هیچ هست. اینی مورد خیلی زیاد هست، والدین عزیز دقت کنن، حالا برای یک مقدار انعطاف پذیر باشن. الان گفتین مثلا گفتین که برنامه تمام شد نماز یادت نره، همینقدر میتونین گوش زد بکنین، همینقدر میتونین بگین یا مثلا الان وقت کار برنامه هست 5 دقیقه بعد که تمام شد 10 دقیقه بعد که تمام شد بیا فلان کار برای من انجام بده.
درخواستتون یعنی انعطاف پذیری داشته باشین، منعطف باشین. یک کمی در مورد درخواستایتون دفعتا نگید که همین الان ما گفتم، دیگه هم به نوجوانشون احساس گناه تزریق میکنن، همین که اون نوجوان کار خوشم لذت نمیبره. بله او هم آره، او اگه بلند شه یک کار بکنه پشت دلش میمونه که هم برنامهش مانده، گفتگوش مانده. بله و این طرف مادر هم میگه خب خودخوری میکنه که یعنی در اون لحظه ای که من گفتم تو انجام ندادی، یعنی من برات هیچ اهمیتی ندارم، در حالی که این معنیش به این نیست که او الان اون زمانی که شما گفتین انجام نداده شما بی اهمیت هست. در بحث تربیتی من فکر میکنم احساسات باید خیلی کم رنگ باشن، که من مادر هستم، جایگاه من باید حفظ بشه، احترام من باید حفظ بشه. درسته، درسته، در اصلش درسته، ولی کسی که آموزش میده که احترام شما رو به عنوان والدین، به عنوان مادر یا پدر، فرزند شما نگه داره، بازم خود شما هستید. بعدم در بحث احساس میگم انتقال او ارزش ها و باورها، احساسات باید کم رنگ تر باشه. ما هر چقدر میتونیم به گفته شما نوجوان ما فعلا دیگه دنبال چرا و دلیل و منطق و اینها هست و خیلی جواب نمیده که بگیم چون تو به حرف من گوش نکردی، نماز اول وقت نخوانی، یعنی من بر تو ارزش ندارم. دقیقاً. بله، بسیار خوب. یک چیز دیگه هم هست خانم میرزا عزیز، ما در لحظه ای که او فعالیت رو انجام میتیم شاید واقعا دل ما میخواه یا مثلا احساس لذت میکنیم، هر کاری، حتی نماز خواندن، حتی عبادت کردن، حتی سایر فعالیت هایی که ما انجام میتیم باید دلی باشه، باید او حس و حال داشته باشیم. خوب هستش که ضرب الاجل تعیین نکنیم، خیلی فشار بیاریم سر نوجوان خودمون که این لحظه ای که من گفتم این کار شما باید انجام بدید. در مباحث تربیت کودک ما یک موضوعی رو داشتیم که کودکی که مخالفت میکرد یا نه میآورد زیاد، ما چندین گزینه رو پیشش میموندیم. مثلا میگفتیم دلت میخوای اول غذایتو بخوری یا بری مثلا لباسایت عوض کنی یا بری مثلا دستورتو بشوری، و او چون بین گزینه ها باید یکی رو انتخاب میکرد معمولا نه را انتخاب نمیکرد، نه من هیچ کدومش انجام نمیتونم، معمولا یکش انتخاب میکرد. آیا در دوران نوجوانی هم تاثیرگذار هست؟ که بخوام مثال ساده تر بزنم برای بیننده عزیز، میری اول نان میاری از نانوایی یا اول نماز تا میخوانی؟ اول نماز تا میخوانی یا مثلا لباس ها را قاز میکنی؟ یک گزینه هایی را اضافه بکنیم برای این که او تنش و او تضاد میان نوجوان و والدین کمتر بشن. مثل دوران کودکی پاسخگو هست؟ گزینه انتخاب کردن هم در دوره کودکی هم در دوره نوجوانی مناسب هست. ما در برنامه های قبل در مورد نوجوانان هم داشتیم، مثلا وقتی نوجوان لباس انتخاب میکنه ماله. گفتیم برش چند تا انتخاب میکنیم، میگیم که میخوای در این مهمانی با ما بیای، از بین این 5 تا لباست یا از بین اینا یکی رو انتخاب کن من برات بخرم. ماله. در مورد کارها هم دقیقا همی هست. اول برای نوجوان توضیح بدن که نماز سر وقت چی هست، نماز سر وقت چقدر ثواب داره، نه جدای ای که ترساندن از هر چیزی عواقب بدی که داره، بله جدای او در مورد ثوابش، در مورد مثلا همه اینا. گاهی وقتا مثلا تلویزیون یک برنامه میمانه، یک آیه میمانه، یک چیزی میگه، یکی که مثلا یک نکته ای را ما در کتاب میخوانیم، در اینترنت میخوانیم، برای فرزند ما بفرستیم، در موردش صحبت کنیم، باش بحث کنیم، بعد در مورد این که مثلا برش گزینه بتیم. الان مثلا تایم سر شام هست، خب میگیم نماز اول وقت یا اول غذا میخوانیم بعد نماز میخوانه، یا که مثلا وقت افطار بهشان بگیم اول افطار میکنین یا نماز میخوانین. و یک مورد خیلی مناسب دیگه که در این دوره هست، الگوی خوبی باشیم. خیلی وقتا پدر مادر ها متاسفانه خودشان تأخیر دارن چون کار دارن، مثلا بعضی پدر ها میگن آره هر وقت دلشان شد میخوانن، بعد پدر ها میگن خب ما مصروفیم، ما کار داریم، کار هم عبادت هست، بعد میان همچین دلیلایی میارن. اما به نوجوان میگن شما که بیکار هستیم باید نماز سر وقت بخوانید، در حالی که این ربطی به اون نداره. باید این را خیلی خوب توضیح بدن که اینی نماز سر وقت خیلی خوبه، ما هم میخوانیم، شما هم بخوانید. این را الگو باشن پدر و مادر و خودشان. ده ده. کار خودشان را رها کنن، نوجوان عملا ببینه مادر من زیر دیگه خاموش کرده تا بیه نماز خودش را بخوانه، مادر من فلان کار تعطیل کرده، پدر من سر شام عوضی که بله در کوچه با مثلا در و همسایه 5 دقیقه گفتگو کنه آمده نماز خودش اول وقت میخوانه. این خودش
غیر مستقیم همون تربیت هست. ما میگیم درسته نوجوان الگو پذیریش در دوره نوجوانی بیشتر دوستایش هست، اما ما هر چقدر بخوایم نوجوان از دوستایش دور کنیم بعد بیاریم با رفتار ما باید این کار بکنیم. یعنی با الگوی خوب بودن خود ما، با اخلاق خوش ما، با منعطف بودن خود ما در مقابل نوجوان، ای که بیایم جبر کنیم تو نماز اول وقت بخوان، اما مثلا خود یک مادر به عنوان مادر آشپزیش هم میکنه، بچه هایش غذا میته، همه کارا رو میکنه، ظرفا رو میشوره، آخر وقتی که ظرفا رو شست وضو میگیره میاد نماز میخونه. خب اولویتش نیست. خب با این نوع رفتار به نظر شما میشه که ما به نوجوان بفهمانیم نماز اول وقت چقدر خوبه؟ اتفاقا به او این القا میکنیم که اگر تو وقت داشتی نماز بخون، اگر تو وقت داشتی پابند باش به این اصول. اینا دقیقاً از زندگی روزمره تو مهمتر هست. بله. در حالی که ما بارها اشاره کردیم که آنچه که در تربیت مهم هست، تربیت غیر مستقیم هست و فرزند ما به جایی که بشنوه ما چی میگیم، میبینه که ما چی میکنیم، ما چی کار میکنیم. دقیقاً. حتی از دوران کودکی هم همین گونه است. هر چقدر ما بیم نصیحت کنیم به این دوره که نماز خوبه، نماز ای هست، ایلست. قرآن ایلست. ای هست. بله. اگه ما بیم هر چقدر ثواب اینا رو نصیحت کنیم، بله، وقتی خود ما عمل نکنیم هیچ تأثیری روی نوجوان ما نداره. مثلا عقیدتی هم همین گونه هست. بیا مثلا در مورد پوشش دختران صحبت بکنیم، یکی از بحث‌های عقیدتی هست که در دین اسلام خیلی مثلا مهم است. مثلا مادری که خودش پوشش مناسب داره در بیرون، مثلا در فضای خانه پوششش فرق می‌کنه، در مهمانی فرق می‌کنه، یقینا دختری که در او سن و سال هست می‌بینه از مادر خودش یاد می‌گیره، مثلا اگر آرایش کرده یا اگر لباس خیلی خاصی پوشیده می‌بینه که مثلا فلانی نامحرم است، مادر این گونه رفتار کرد. یا حتی در رفتارهایی که بسای عقیدتی که در میان پدر و پسر وجود داره، باز هم میبینه، یاد میگیره و انجام میده. در این بین ما دوستان هم داریم خانم میرزایی، متاسفانه در کنار دوستان فضای مجازی هم داریم که بارها اشاره کردیم هر دوی اینها تاثیرگذار هست، هم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه هم منفی. این دو مورد هم انشاءالله در بخش سوم اشاره خواهیم کرد. تشکر از شما، تشکر از همراهی شما، هم همکارم اشاره میکنن که باید شاهد بخش بعدی برنامه باشیم. بفرمایید. افتخار همراهی گرم شما خوبان با خود داریم. انشاءالله که حالتان خوب باشه و همچنان که بیننده برنامه روی خط زندگی هستین، بعضی از اون نکات مهمی که به ذهنتان میرسد در مورد برنامه خودتان، برنامه خانوادگی روی خط زندگی، حتما با ما شریک بسازین. 020-25-11-560 انشاءالله که حفظ بشین و با ما در ارتباط باشین. خانم میرزای عزیز، اشاره کردیم که دوست به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دو عاملی هست که نمیتونیم بگیم منفی هست، هم مثبت هست هم منفی هست. در زندگی تمام انسان‌ها تاثیرات عمیقی میتونه داشته باشه. دوست خوب، دوست بد، شبکه‌های اجتماعی که خوب استفاده بشه و بد استفاده بشه. اینو به خاطر اینکه گفتم که بعضی از خانواده‌ها مطلقا اینو منفی میدونن، یعنی گفته یگان تا رفیق بازی و دوست پیدا کردن برای نوجوان خودشون صلاح نمیبینن، خوب نمیدونن، و از اون طرف هم خیلی رضایت نشان نمیتن که فرزندشان در شبکه‌های اجتماعی باشه. خوب و بد داره، هم دوست هم وضع مجازی. آیا در تشکیل یا ایجاد تضاد باورهای میان نوجوان و والدین این دو گزینه میتونن تاثیر بگذاره؟ تاثیرگذار هست. بله، ای که فضای مجازی، در داخل فضای مجازی چی میخوانن، یعنی نوجوان چه اطلاعاتی کسب میکنه. بله. اگر والدین مثلا یک سرنخی به اونا بده، اونا راحت برن در اون مورد تحقیق کنن، بعد بیاین ازشان بپرسن، خب یک فکر میکنم یک استفاده مثبت هست. بله. از فضای مجازی. بله. اما اگر والدین فقط بدون چون و چرا، بدون دلیل به نوجوانشان بگن حق نداری از فضای مجازی استفاده کنی، خب طبیعتاً یک وقتی نوجوان وقتی در دسترسش قرار میگیره، کنجکاوی بیش از حد، شاید بعضی اطلاعات نامربوط در اختیارش بگذاره. اما اگر ما مثلا خود ما به عنوان والد یک سرنخی به نوجوان ما بتیم، بیا برو در مورد ای تحقیق کن، هر چقدر آموختی بیا با هم
گفتگو کنیم، بحث کنیم، خیلی خوب میشه. یا اینکه مثلا در مورد دوستاشون، بعضی والدین متاسفانه قدغن میکنن، میگن که تو نباید هیچ دوستی داشته باشی، رفیقی، چرا هم لباس میپوشه، چرا هم گپ میزنه، فلان دوست چرقمی هست، بله. تو با او نگرد، او را کلا محروم میکنم، میگه که او قدر سبک است، بعد میان شاید بعضی چیزا اگر از او دیده باشن در بیرون میان برای دخترشان میگه، برای پسرشان میگه فلان دوستت دیدم سیگار میکشه، نکنه تو هم میکشی، دفعتا برچسب میزنه، دفعتا نوجوان خودشان را قضاوت میکنن. این قضاوت پیش از موقع نباید باشه. خیلی خوب میشه که وقتی نوجوانشان با دوست و رفیقشان دیدن، حالا در مورد اونا هر چیزی دیدن، مثلا اگه دیدن اونا یک دوست پسرشان سیگرت میکشه، بیاین فقط در مورد ضررهای سیگرت همینطوری بگن، برای نوجوانشان اطلاع بدن. یاد ما باشه خانم میرزی عزیز، بد گفتن از دوست در هر دوره سر آدم بد میخوره. بله. چرا؟ چون ما احساس میکنیم دوست همرنگ ما هست و ما تقریبا جذب آدم هایی میشیم که همفرکانس ما هستن. بله. بعضی از خصلت ها رو در وجودشان دیدیم که جذبشان شدیم. هر چقدر که روی از اون انتقاد باشه احساس میکنیم که دارن ما رو بد میگن. دارن ما رو بد میگن. خوب هستش دقیقا. که دوست نوجوان خودمان خیلی بد نگیم. اگر هم چیز دیدیم نظر نوجوان خودمان رو بپرسیم. هر چقدر ببینید خانم حسینی، همطور که شما گفتین، هر چقدر که در نوجوان بخوایم از دوستاش دور کنیم، همون اندازه نوجوان از خود ما دور کردیم. بله. همون اندازه‌ای که ما می‌خوایم او را از رفیقایش دور کنیم، به همون اندازه از خود ما دور میشه، متنفر میشه، در حدی که دیگه اصلا حرف شنوی نداره. والدین عزیز اگه می‌خواین که نوجوانشون از اونا حرف شنوی داشته باشن، قضاوت در مورد دوستایشان، قضاوت در مورد رفتار خودشان، حتی اگه یک رفتار نامناسب در دوست فرزندانتان دیدین، نه این نور برچسب بزنید به نوجوان خودتان، اما در موردش بحث کنید. بحث. بدون قضاوت کردن بحث کنید. ما میتونیم خیلی راحت در مورد هر چیزی بدون اینکه قضاوت کنیم خوب و یا بد کنیم صحبت کنیم. این قسمی اگر بیایم صحبت کنیم منطقی، ضررها را هم بگیم، فوایدش هم بگیم، نوجوان خودش یک منطقی در او ایجاد شده، فکر میکنه خب این که پدرمو گفت درسته، با من دشمنی نداره، اصلا به ضرر من نگفته، پس من بیا ببینم که ای دوستم چیکار میکنه، که یعنی همچین چیزی پدر من دیده، مادر من دیده. بعد خودش باعث میشه که بررسی کنه، کنجکاوی کنه و به پدر مادرش اعتماد کنه، دیگه اصلا او دوری اتفاق نیفته. درست. برخورد تند در صورت مخالفت فرزند در قسمت عقاید و باورها یکی از موضوعاتی که شاید شاهد باشیم. حالا شما مثال زدید، مثلا نماز خواندن قریب به ذهنم هست، من میخوام دوباره میره اشاره بکنم، مثلا توجه بکنیم به نوجوانی که مثلا نخوانده یا چندین بار مثلا تکرار شده این رفتار، لط و کوب یا توهین کردن، تأخیر کردن ممکن هست در روابط میان والد و نوجوان وجود داشته باشه. خب والدین هم یک صبری دارن، یک جایی ممکن هست دیگه واقعا زورشان نکشه و متوسلشن به همین ابزار. این برخورد تند با نوجوان در زمینه مسائل عقیدتی و باورهای دینی و مذهبی چقدر میتونه روی روابط والد و نوجوان تاثیرگذار باشه؟ یا او دنبال او هدفی که ما هستیم مثلا میرسیم؟ متاسفانه نمیرسیم خانم حسین. در بحث نوجوان و کودک خیلی صبوری میخواد. والد بودنشون سخته واقعا، صبوری بیش از حد میخواد و والدین ممکن هست یک جاهایی خیلی کنترل خودشان رو از دست بدن. کوشش کنن در اون لحظه بیشتر روی آرامش خودشان تمرکز کنن تا اینکه مثلا بلند شون و نوجوانشان رو به لط و کوب بگیرن و بعد پشیمان شون. و اینکه این لط و کوب خصوصا در مورد بحث‌های عقیدتی مثل نماز خیلی کارگزار نیست، اتفاقا نوجوان شاید دورتر هم بکنه، شاید بعد از اون نوجوان متوسل به دروغ شوه، حتی شاید متوسل به تظاهر شوه، عمیقا از نماز مثلا خوشش نیاید، شاید به خاطری که حفظ ظاهر کنه، به خاطری که همی از پدر مادر، یعنی از همون خشم پدر دور شوه، یعنی جلوی پدر خودش پایین و بالا بکنه در همی حد. اگه ما بخوایم
ایرا یک عقیده و باور عمیق برای نوجوان ما ایجاد کنیم، باید موضوع نماز، موضوع باورها را ریشه‌ای در وجود نوجوان و از طریق کتاب‌ها، از طریق ویدیوها، از طریق گفتگو در موردش، از طریقی که خود ما یک مطلب به نوجوان بدیم، بگیم برو تحقیق کن، بعد بیا با ما صحبت کن، ببینم تو چقدر اطلاعاتت بیشتر میشه، من چقدر اطلاعاتم هست، من نمیخوانم چیزی، شاید تو اطلاعاتت از ما بیشتر بشه. بعد همچین گفتگوی ایجاد بشه، مطمئن باشن که نوجوانشون به سمت همون باور و عقیده‌ای که خود والدین میخواین حتما میره. خب تشکر میکنم از شما. خوبه که دایی ختم برنامه شروع بکنیم که مکاتب و مراکز آموزشی دینی الحمدلله در کابل فراوان هست، شک ندارم که در ولایت های افغانستان هم هست، میگم گزینه خوبی هست برای کمک والدین در انتقال او عقاید باورها و خیلی هم میتونه کمک بکنه. گاهی اوقات هم اتفاق میفته در بعضی جاها که والدین احساس عجز میکنن، یعنی نمیتونن واقعا به صورت دقیق و درست و اصولی مثلا انتقال بتن او عقاید باورهای خودشان را، احساس میکنم که خوب هستش که بگن که نمیدونم، برن از یک کسی کمک بپرسن. بله. در نماز جماعت شرکت میکنن، از مولا امام بپرسن، نوجوان خصوصا ارجاع بتن به جاهایی که مطمئن هست و میدونن که جوابی که دریافت میکنن هدفی است که والدین دارن. دقیقاً. بله. تشکر میکنم از شما خانم میرزایی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت داریم. سلامت باشید. که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تشکر از همراهی گرم شما عزیزان، شما خانواده های خوب، همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی بود از برنامه امروز که تقدیم شما شد. در پایان هم سفره آرایی هست تقدیم شما میشم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. ما بقیه اوقات خوش، خدا نگهدار.